حالا از بیروت به تل‌آویو میریم در اسرائیل، همراه میشم با همکارم بابک اسحاقی از این شب. بابک، تقریبا 24 ساعت گذشته از این اتفاق، چه تازه میدونیم از جزئیات این انفجارها؟ هنوز سوال ها بیشتر از پاسخ ها هستش. آنچه که ما میدانیم این هستش که اعضای حزب الله لبنان، بیش از 3000 نفر از اونها، در حالی که در خیابان ها و در محل کار و خانه در حال زندگی عادی و روزمره خودشون بودن، به ناگاه پیجرها در جیب، در دست، در کیف منفجر میشه و در یک آن بیش از 3000 زخمی برجا میذاره. حال 200 تن از اونها بسیار وخیم، 300 تن از اونها ببخشید بسیار وخیم اعلام شده و 500 نفر از ناحیه چشم مورد اصابت قرار گرفتن. در اسرائیل گفته میشه که سوال ها را وقتی که مطرح میکنیم میبینیم که تا چه حد این عملیات پیچیده و در نوع خودش فوق‌العاده بوده، در حالی که این پیجرها در خارج از لبنان تهیه شدن، به داخل لبنان رسیدن، بین اعضای حزب الله تقسیم شدن و از این مورد هیچ گونه اطلاعاتی به دست حزب الله نرسیده. این نشان دهنده این هستش که تا چه حد اطلاعات دقیق بوده و عملیات پیچیده بوده و این گذشته از اینکه چگونه توانستن کسی که این کار را کرده، حال اسرائیل یا کسی دیگر، چگونه توانسته به این کارخانه وارد بشه. این بمب‌های بین 30 تا 60 گرم را در کنار این باتری‌ها کار بذاره و پس از اون را به دست حزب الله لبنان بفرسته تا درست در ساعت 15:30 همه اونها منفجر بشن. تردیدی نیست که این یک پیامی واضح و روشن برای حزب الله لبنان و همچنین جمهوری اسلامی هستش. بابک، معمولا عادت داریم به این که در این گونه مواقع اسرائیل مشخصا واکنشی نشون نمیده، تاییدی نمیکنه، تکذیبی نمیکنه. امروز اسرائیل چه میگذره؟ چه واکنش های اونجا هست؟ رضا، من این گونه موارد را بسیار تعقیب کردم در ده ها سال گذشته و این شاید اولین باری باشه که هیچ واژه‌ای حتی به صورت رمزی از دهان یکی از وزرا و یا اعضای کنست، پارلمان اسرائیل، به گوش نرسیده و تقریبا همه و یک پارچه به دستور بنیامین نتانیاهو که در این رابطه هیچ گونه واکنش و صحبتی نکنن گوش فرا دادن و شاید این به خاطر حساسیت بسیار بالایی هستش که این مسئله داره و اسرائیل نمیخواد که مسئولیت اون را حتی به گونه به صورت گفتاری و یا نوشتاری در جایی عمل بیاد و اون در نتیجه باعث واکنش حزب الله و جمهوری اسلامی بشه. اما به واکنش های دیگر هم بپردازیم. در ابتدا مسئله بیمارستان ها هستش که در لبنان وضع بسیار نابسامان یا طی میکنن. کمیته اورژانس دولتی لبنان خواستار عدم تماس مردم با آمبولانس ها به جز موارد فوری شده، زیرا به گفته اونها بیمارستان ها فراتر از ظرفیت جذبشون در حال حاضر بیمار دارن. مسئله دیگر مسئله خونرسانی هستش که پایگاه های اهدای خون هم افتتاح شده. وزیر بهداشت هم ساعتی پیش جلوی تلویزیون اومد و گفت که تاکنون 12 کشته داشته، 2800 مجروح، که همانطوری گفتم 300 نفر از اونها حالشون بسیار وخیم هستش. حزب الله لبنان تا کنون 2 بار واکنش نشون داده، 2 بیانیه بیرون داده، اما روزنامه های لبنان و بسیاری از روزنامه های عربی به شدت به حزب الله لبنان حمله کردند و این نقص بزرگ امنیتی را حتی در بسیاری از شبکه های اجتماعی اعراب به مسخره گرفتند. بابک، مرسی از توضیحاتت. به وضع آشفته بیمارستان ها اشاره کردی، تصاویر بیمارستان دانشگاه آمریکایی در بیروت رو هم زنده داشتیم میدیدیم.